تایمر دیسترک مشکی به آشنا بالاخره آغاز شد. میگن که امشب قراره مشکی دیس بده و حسابی حال آشنا رو بگیره. البته همش احتماله و داخل این ویدیو قراره بهش بپردازیم. و بجز اینکه در مورد مشکی قراره صحبت بکنیم، در مورد اینکه هیپاپولوژی سو فرودگاه توسط فن حسین چاقو خوردم قراره صحبت بکنیم. یه سری عکس‌ها از اون طرف اومده بیرون که قراره تو این ویدیو بهتون نشون بدم، ببینیم که کی زده، کدوم یکی از فنای حسین یا پوری بوده که حالا رسیدن اونجا با چاقو به هیپاپولوژیست حالا حمله کرده. داخل این ویدیو بچه‌ها این بحثا رو داریم. ما هم دیگه فقط یادتون نره کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو حتما بزنید. یو وکس، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من محمدم و اینجا رپ تایمه. همونطور که می‌دونید امروز هم رپ حواشی رو هم داریم، چون مشکی این روزو خیلی داغه. حالا موضوعش، منم سر هر کاور و سر هر ویدیو معمولا یه تیکای از بحثش رو واسه تون میارم که یعنی داشته باشی اینو به عنوان پیش‌فرض که فعلا مشکی تو تیتر همه خبرامون هست. یعنی خبرهای دیگه هم میریم، مثلا تو این ویدیو ما 6 7 تا خبر داریم، ولی خب یکیش مشکیه که 100 درصد داغ‌ترین موضوع این ماه رپ فارسی مشکی با آشنا بوده. شاید بگی نه طرف نسل 5 نسل 6 اصلا حساب نیست، ولی با اینکه نسل 5 و نسل 6 اکثرا دارن ویو میگیرن و دارن ویوشون رو یعنی میبرن بالا با همین کاره. یعنی ما که یوتیوبریم داریم ازشون ویو میگیریم، خودشون میبینن دیگه چه ویوهای خفنی دارن میگیرن. ستونای گنگ، داخل این ویدیو قراره به تایمر دیسترک مشکی بپردازیم که کی قراره پخش بشه و طبق چیزایی که من شنیدم و من واسه تون اطلاعات آوردم. دومیش این که چاقو خوردن هیپاپولوژی داخل فرودگاه ترکیه توسط یکی از فنای حسین و دیدن عکس اون شخص، قراره بریم ببینیم کی بوده. واقعا من عکسش هم پخش میکنم چون به نظرم کار اخلاقی واقعا نکرده، هرچی یعنی دستگیرش کردن، البته نیاز نداره. فراری نیست طرف که ما بخوایم بیایم عکسشو پخش کنیم پیداش بکنم. و موضوع بعدی هم اینه که در مورد دیسپک هیپاپولوژیست هم قراره به پوری داخل این ویدیو صحبت بکنیم با هم دیگه. و اینکه موضوع آخر این ویدیومون هم در مورد اینه که حمید صفت توی یکی از سریالا بازی کرده که همه رو شوکه کرده و اونم قراره با هم دیگه بررسی بکنیم این حقیقت داره یا نه. بچه دمتون گرم، فقط یک لحظه سابسکرایب کنید، زنگوله رو حتما فعال بکنید، تو چنل تلگراممون هم عضو باشید و با هم دیگه بریم صفحه لپتاپ و ادامه این ماجرا. بچه ها اول از همه که بریم سراغ حالا بحثای اصلیمون و خبرهایی که بهتون گفتم، قبلش بگم چنل تلگراممون رو حتما داخلش عضو بشید، چون همین چند دقیقه پیش بود که بچه ها من یه دونه پست گذاشتم در مورد یکی از فریستایلای کمیاب مشکی که روی بالا پشت بوم گرفته. یعنی ببین کامنت ها رو بچه ها بخونید، همه متوجه شدن که این میتونه واقعا خود دانیال تضاد باشه. آیدیمون داخل کامنت ها پیش شده، دیسکریپشن میاد رو صفحه هم هست. اگه همه این دوتا رو پیدا نکردید سرچ کنید رپ تایم، میبینید که لوگو پروفایلمون آبیه، همه چی آبیه که میتونه اینجا پیدا بکنید. میگم یه دونه واسه تون آپلود کردم که همین الان اصلا واسه تون پینش هم میکنم اینجا، ببینید پینش هم کردم که بتونید خیلی راحت چی پیدا بکنید. البته بچه ها حتما اگه اومدید تو کانال همه اخبار رو من اخبار خیلی مهم رو پین میکنم، از اونجا دنبال کنید و بفهمید چی شده. طبق عادت هر روز بریم چنل راستا، بیشتر حالا چیزها رو ما با هم دیگه دیروز خوندیم. خب بحث دیروزمون بچه ها این بود که پیج اینستای آشنا بسته شد توسط کی، من که نمیدونم، ولی خود آشنا میگه تقصیر مشکیه و مشکی بسته. از کجا آشنا میگه که مشکی بسته؟ از این استوری. خب قبلا یه استوری گذاشته بوده مشکی، نوشته به لطف هیترهای عزیز پست آخر بند شد و اینسا پاکش کرد. من که میدونم این داستان از کجا داره آب میخوره، سایبریش کردی، سایبریش میکنم. تو این مدت خیلی اومدن گفتن داداش پیج فلانی رو ببندیم، گفتم نه، دور از شرف، خب جوون طرف و کار خوبی نیست، زحمت کشیده پیجش اومده بالا و از این به بعد دارم براتون. حالا اینجا بچه ها مشکی اومد این حالا استوریو گذاشت و آشنا اومد استفاده کرد از این، گفت که میدونستم کار خودت این داستانه. اینجا بچه ها راستا اومد جوابشو داد، نوشت کسخل دوباره بخون، تو انقدر آدمی بی خودی هستی خودت به خودت میزنی که خیلی اصلا ما حال نمی کنن که بخوام پیجتو بگا بدن، اما ما از این کارا نمی کنیم. مشکی هم خوبه گفت که این کارا تو شرف ما نیست. این حالا چیزی بود که خودش داد. اینم یه شاتی که راسا پخش کرده، یکی اومده دایرکت میشه داشت چیکار کنم، پیج آشنا رو ببندم، استوریشو زدن. آخه گناه داره، اینجا راسا گفته گناه، منبع درآمدش از این راه نون بریه، نمیشه داره اشتباه شناخته میشه و دوست دارم که ریپورتش کنم. میگم که این راسا اجازه نداده، حالا راست و دروغشو نمیدونم، پیجش بستشه. این هم حاجی فکر کنم واسه دقیقا ماه پیش قبل بیف اگه اشتباه نکنم، این همون داخل بیف بوده. خب اینکه پیام ها راستاست بچه ها، میبینید که نوشته راستی مگه نمیگفت اسم مشکی محمد رضاست، که همه اینا رو بچه داخل ویدیو دیروز واسه تون بررسی کردم، اگه ندیدید حتما حتما برید ببینید. اما میرسیم به ثانیه شمار دیس مشکی. خب
ببین طبق اخبار و حواشی، یعنی ببین طبق چیزایی که من واسهتون درآوردم، ببینید الان اینجا یه شاتی تو این پوشه وجود داره. خب یه شاتی بود که من خودم رفتم پی وی راسا فرسیدم داخل ویدیو دیروزم گذاشتیم که نوشته این هفته دیس چی میاد. خب ببین این هفته نوشتم این خبر اختصاصی واسم بفرست، نمیشه این هفته دیس میاد. این حالا این هفته دیگه تقریبا فردا میشه آخرین روز هفتمون، یعنی دیگه تمام، دیگه تمام شد رفت. ولی به احتمال خیلی خیلی زیاد امشب دوتا از بکا میاد بالا، یعنی ببین احتمالش زیاده، امشب دوتا از بکا میاد بالا به عنوان شب جمعه. یعنی ما هفته قبل هم همینو گفتیم، ولی این پیام راسا ما رو شاک انداخت حقیقتاً. چون ببین راسا اینجا بچه خودش نوشته که نوشته عزیزم همین هفته، همین هفته، ببین همین هفته سه تا خونم گذاشته، یعنی سه تا دیسترکه. خب دیگه نباید بفهمیم واجی دیگه، اینم بعد حالا خبرها رو میخونیم، اینم تو رب هواش هستیم، سرنخه رو بود بگیریم. نوشته عزیزم همین هفته سه تا حالا علامت خونم گذاشته که من خودم هم ازش پرسیدم به شخصه و تو کانال گذاشتیم، گفته بود که بیش از یک دیسترکه، همون قطعا سه تا دیسترکه که مثلا قبل این موضوع بهتون گفتم. اوکی داشته باشید. بعد از همین قضیه که راسا گفته به احتمال زیاد من خیلی احتمال میدم که امشب احتمال داره دوتا از بکا بیاد بالا، یکی از بکا بیاد بالا، ولی حدس میزنم امشب بک داریم ما. خب این ویدیو رو الان شما دارید میبینید، ممکنه من بکیشو واسهتون ریاکشن نکنم، یعنی روز فرداش واسهتون ریاکشن کنم، شاید نباشم اون لحظه، ولی اینو داشته باشید حتما. حتما اگه میخواید بک و ثانیه بشنوید داخل کانال تلگراممون سعی کنید عضو بشید. میگم تو کامنت ها پین شده، رد پا میام سرچ کنید میاد بالا. این تا اینجا کار داشته باشید. پس اینجا ازم خیلی پرسیدید به نظر تو کی میاد دیسترک مشکی بالا، من احتمال میدم همین امشب بیاد بالا، حداقل دو تا یا سه تاش. خب تو از اونجایی که میگم دوتا یا سه تا، من حدس میزنم که سه تا دیس به آشنا باشه، یه دیس به اپیکور باشه. چون ببین یکم دیگه اگه بریم چنل راسا بالاتر یه سری خبرو میخونیم. خب نوشته امیر اپیکور مادر تو احیانا که مریضی نداره، که این نشون میده که احتمال داره به اپیکور بخواد دیس بده. خب میبینی سر این قضیه بهتون گفتم و خلاصه که اینو تا اینجای کار داشته باشید. و بچه‌ها برسیم به موضوع بعدیمون، چاقو خوردن هیپاپولوژیست در فرودگاه استانبول. هیپاپولوژیست که حالا به تازگی هم شنیدیم داره پدر میشه، این داستانا رفته بودن استانبول، رو نمیدونم به خاطر چی چه موضوعی، ولی خبری که اومد ازش بچه‌ها این بود که چاقو خورده. توسط کی؟ توسط یه شخصی که الان بهتون نشون میدم. این شخصی که بچه‌ها بهش چاقو زده، ببینید این شخصی که به هیپاپولوژیست چاقو زده، خب دقیقاً همین شخص ازش عکس هم گرفته توی حالا روبروی صندلیش نشسته. ببینید یعنی فکر کن روبروی هواپیما روبروی صندلی نشسته و ازت عکس گرفته، حتی فیلم هم گرفته ازش. من پیدا کنم فیلم رو حتما میذارم داخل این ویدیو واسهتون، اصلا شک نکنید که میذارم، پیدا کردم واسهتون میذارم حتما. ممکنه نتونم پیدا کنم چون خیلی کمیاب این فیلم ها و به زور پیدا میشه. من فکر کنم یک جا دیدم اونم تو ربات بود اگه بتونم واسهتون پیدا کنم. بعد سر این قضیه ببین روبروی صندلی هیپاپولوژیست نشسته طرف عکس گرفته، بعد اینکه حالا رسیدن به فرودگاه گرفته هیپاپولوژیستی با چاقو زده، یعنی میخواسته احتمالا چاقو بکوبه تو صورتش، ولی خوشبختانه موردی پیش نیومده و خورده گوشه لبش. میدونید که فردی هم که بچه ها زده حالا هیپاپولوژیست رو با چاقو، این فرد بوده که خیلی چهرش میخوره ایرانی تر باشه. حالا ما برای اینکه بفهمیم ایرانی یا نه زوم میکنیم رو این تصویر، الان شاید اینجوری اصلا معلوم نباشه، ولی با اینکه زوم کنیم خیلی متوجه چیز میشیم. ببین این سیس شاجی سیس افرادی میخوره که یا از برادری افغانستانی هستن یا خود ایرانیه. ببین این سیس ایرانیه، جدی دارم میگم، یعنی سیسی که 90% پسرای ایرانی دارن آدیداس میپوشن، آدیداس سه خط میپوشن، همینه. حس میکنم خود طرف ایرانی بوده و احتمال خیلی زیاد میدم فن کی باشه، فن حسین باشه، چون فن پوری بعید میدونم بخوان همچین کارایی بکنن چون اکثرشون تو ایرانه، ولی من احتمال میدم فن حسین باشه. ولی جدی هاجی رفورس رو به گند نکشونید، رفورس بیفاش جذابه، یه کاری نکنید طرف دیگه خایه نکنه بیا دیس ببنده بگه که الان من دیس ببندم طرفدارش میذارم منو مثلا نابود میکنن. حالا اینکه چیزی نیست، ما یادمون جیدال علی قاف گرفت زد دماغش شکست، اون قدیم بود فرق داشت، الان نکنید جدی، اون خود آرتیست رفت بالا سرش گرفت زده، این دیگه شما میخواهید بزنید هاجی واقعا بده، به نظر من اصلا درست نیست. جدی کاره این کاری که اینشون کرده نشون میده یه دونه مخاطب بیشور رپ فارسیه. روک دارم من شد ویدیو رو ببینه بیاد اینجا من چاقو بزنم برای پشمیزونه دیگه. خب تا اینجا کار بچه ها اینجا رو با هم دیگه بررسی کردیم. فکر کنم یه شات دیگه هم ما داریم از بسته شدن پیج آشنا، خب که میبینی خود آشنا پخش کرده که یه سری اطلاعات داده. اینا رو بچه‌ها اگه دقیق بخواید بخونید میگه که پیج شما حالا مسدود شده، ریپورتیش خیلی زیاد بوده و 180 روز محدود شده، ولی خب کمتر از ببین این شاتو آشنا پخش کرد که بگه من خودم پیجمو نپروندم.
خب واقعا خودش نپرونده بود طبق این شاتی که حالا وجود داشت، چون واسهش ارور اومده، گفته که 180 روزم چی، حالا اون پیج شما محدوده ولی خب کمتر از فکر کنم نیم ساعت برگشت، یعنی من ویدیو رو ساختم بعدش برگشت، ویدیو پخش شد 5 دقیقه بعد برگشت. بچا میرسیم به آخرین خبرمون، این بود که در مورد پوریا پوتک بود که میگفتن سر ویدیو اونلی فنزش اخطار گرفته چنلش، ولی خب خودش رسما که اینو اصلا تایید نکرده، یکی از کانالا واسه چالا حاشیه درست کرده بود، ولی بعید میدونم سر اون قضیه بخواد حالا اخطار بگیره کانالش و این داستانه. البته الان بچه یه شاتی هم واسه تون آوردم از این داستانه که دارید تو صفحه خودتون میبینید. خب واقعا از قدیم تا به الان خیلی ویوهای پوتک ریخته، مخصوصا الان ویدیو آخری که منتشر کرده فکر کنم تو 24 ساعت حدود 50,000 تا ویو خورده، یعنی فکر کنم کوکتل تی وی و حالا رادیو اکتیو زون اینا خیلی بیشتر از پوتک دارن الان ویو میخورن و نمیدونم این آمار منفی سر چه اتفاقی میتونه باشه، بعید میدونم سر این باشه که یه سری ویدیو منتشر کرده که چندش بالا به مشکل خورده این داستان، اصلا بعید میدونم سر اون باشه، ولی بازم بچه‌ها فقط خواستم اینو بهتون بگم که هیچ مشکلی نخورده، اصلا به حواشی واقعا توجه نکنید، چون مشکلی خورده باشه خودش رسما میاد میگه دیگه، چون اون ویدیو بچه‌ها ببین یوتیوبره طرف خودش میدونه که چه ویدیویی بسازه، مثلا کل اون صحنه ها رو اینورا همه رو سانسور کرده بود، ولی بازم انقدر گزارش داده بودن کاربرای ایرانی که گفته بودن پوتک اومده مثلا با یکی حالا اومده مسابقه کرده که مثلا اسم انقلابی که اینا می‌خواستن بکنن چی عوض کنه، مثلا گفتم من سر زن زندگی آزادی رفتم اونلی فن زدم، خب بعد پوتک هم اینجا گفتم من به عنوان یه مخالف اومدم مثلا با این مخالف این قضیه اومدم باش مسابقه کردم، ولی خب کاربرا ظاهرا بعدشون اومده و شروع کردن ریپورت کردن پوتک، که بازم به نظرم کار درستی نیست، اینا باید کم کم توی حالا مارکت فارسیمون جا بیفته اینجور مصاحبه‌ها که خیلی از خارجی‌ها دارن انجام میدن الان پوتک انجام میده.